24 نیروی کماندو شب گذشته در نبرد با گروه های جنگجو در ولسوالی آبکمری بادغیس جان باختند. یک نماینده مردم بادغیس در مجلس سنا میگوید که این نیروها پس از چند شبانه روز درگیری با مخالفان مسلح دولت و نرسیدن تجهیزات جانهای خود را از دست دادند. شب 40 نفر کماندو را از ولایت غور بردند، غور از اونجا انتقال دادند، در بادغیس آوردند، یک دشتی ماندند که حمایه هم نکردند. شب کلا بچه های مردم آمده شب شهید شده. 24 نفر در شب ما کماندو چل فرسی را که از کابل در اونجا برده بودند 24 نفر شهید شده. 7-8 نفر زنده برآمده دیگه کلا. اینا را بردند در دشت خدا ماندند. در همین حال مقام های ارشد امنیتی که برای بررسی اوضاع امنیتی زون غرب به هرات سفر کردند رسیدن تلفات به نیروهای کماندو را نمیپذیرند. موین وزارت دفاع همچنان از رسیدن تلفات به مخالفان تفنگدار دولت در ولسوالی آبکمری خبر میدهد. جنگ جریان داره، بله فعلا هم جنگ جریان داره، ولی دشمن از خانه های مردم استفاده میکنند و برای نیروهای امنیتی وقت در بعض موارد که اقدامات نیروهای امنیتی انجام میتن سبب تلفات بسیار کم ملکی میباشه، ولی ارقام بلنده که در رسانه ها گزارش داده میشه. شما مراجعه کنین بر عملکرد دشمنم و عملکرد نیروهای امنیتی تان. روز گذشته وزارت دفاع آمریکا گزارش نشر کرد که بر مبنایان در 5 ماه نخست سال 2019 میلادی 950 غیر نظامی در جریان جنگ ها کشته و بیش از 2200 تن دیگر زخم برداشتند. اما مجلس سنا از رسیدن تلفات در عملیات های شبانه و حملات هوایی انتقاد کرده و خواستار بررسی رسیدن تلفات به غیر نظامیان شده است. مسئله بمباردمان های هوایی بدون هدف اشتباهی و غیر اشتباهی از نظر مردم افغانستان محکوم است. امیدوارم نظام در برابر این مسئله پاسخگو باشد در برابر مردم افغانستان که دو طرفه مردم افغانستان قتل عام نشود. اگر چه چی پر قندر و روزگان که او پر وردگو که تر سره شوی ده دی پلاتون و غختنم که او پر دی چپم نپاتی که ده ده غندلو دی حس نه و فرق ده ملکی و خلق ده وجل و ده خویند و ده ماشومان و وجل و ما تا حس نه و فرق پر دی که نخ کاری چه ترستانی وجنی او یا بل چوک پر دینو وجنی چه اگر ده دی نظام یا خلقی و یا نلیوال تورین خلقی. در همین حال اسکات میلر فرمانده قوای خارجی در افغانستان گفت است که آنان تلاش میکنند تا در جریان عملیات ها به غیر نظامیان آسیبی نرسد. نیروهای امنیتی افغان و حمایت قاطع به هر قیمتی که باشد در پی جلوگیری از وارد شدن تلفات به افراد ملکی هستند. ما خواستار دقت در عملیات ها هستیم و امیدوارم در صورت عدم دقت جوابگو برای مردم افغانستان باشیم. باور من همین است و این خواست مردم افغانستان و همچنین بهترین راه برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی است تا سطح خشونت ها کاهش یابد. در ماه های اخیر انتقادها از افزایش تلفات افراد ملکی در جریان حمله های هوایی نیروهای خارجی و افغان و درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفین تفنگدار دولت بالا گرفته است.